اولا شهید سلیمانی هم شجاع بود هم با تدبیر بود، صرف شجاعت نبود. بعضی ها شجاعت دارن اما تدبیر و عقل لازم برای به کار بردن این شجاعت رو ندارن، بعضی ها اهل تدبیرن اما اهل اقدام و عمل نیستن، دل و جگر کار رو ندارن. این شهید عزیز ما هم دل و جگر داشت، به دهان خطر میرفت و ابا نداشت، نه فقط در این حوادث این روزها، در دوران دفاع مقدس هم در فرماندهی لشکر سارالله هم اینجور بود، خودش و لشکرش. هم با تدبیر بود، فکر میکرد، تدبیر میکرد، منطق داشت برای کارهاش. این شجاعت و تدبیر توأمان فقط در میدان نظامی هم نبود، در میدان سیاست هم همینجور بود. بنده بارها به دوستانی که در عرصه سیاسی فعالن این رو میگفتم، رفتار او رو، کارهای او رو در عرصه سیاست هم شجاع بود هم با تدبیر بود، سخنش اثرگذار بود، قانع کننده بود، تأثیرگذار بود. از همه اینها بالاتر اخلاص او بود، با اخلاص این ابزار شجاعت و ابزار تدبیر رو برای خدا خرج میکرد، اهل تظاهر و ریا و اینا نبود. اخلاص خیلی مهم، تمرین کنیم ماها در خودمون اخلاص را. هم یک خصوصیت دیگر این بود که هم یک فرمانده جنگاور مسلط بر عرصه نظامی بود، هم در این حال به شدت مراقب حدود شرعی بود. در میدان جنگ گاهی افراد حدود الهی رو زیر پا فراموش میکنن، میگن وقتی این حرفا نیست، اونه اون مراقب بود. اونجایی که نباید سلاح به کار بره سلاح به کار نمی برد، مراقب بود که به کسی تعدی نشه، ظلم نشه. احتیاط هایی میکرد که معمولا در عرصه نظامی خیلی ها اونا رو لازم نمیدونن، این احتیاط ها رو او احتیاط میکرد. به دهان خطر میرفت اما جان دیگران رو حفظ میکرد تا میتوانست، مراقب جان نزدیکانش، اطرافیانش، سربازانش، همکارانش در ملت های دیگر که بودن در کنار او، مراقب جان اینها بود.